سر خط خبرها. گزینه های امریکا به رهبران سیاسی افغانستان، حل اختلاف ها و توافق با طالبان یا آمادگی برای خروج کامل نیروهای امریکایی. رایزنی های هیئت فنی طالبان بر سر رهایی زندانیان متوقف شده است. ای که گفته شود که در 10 روز زندانی ها رها شوند، بدون قید و شرط رها شوند، طبعا که با او گونه نمیشه. هشدار از پیامدهای نادیده گرفتن توصیه های بهداشتی. شمار از افراد مشکوک و آلوده به کرونا در جامعه پنهان می شود. وقتی که مثبت را ما اعلان میکنیم تلفن‌هاش خاموش میشه، نه ایفون که در کجام کدام کنج شهر است. کرونا، قرنطین و پیامدهای نگران کننده آن بر روان مردم افغانستان. در کنار 60,000 کودک کار در پایتخت، 15% جمعیت کشور از مشکلات جدی روانی رنج میبرند. و افسار گزیختگی ویروس کرونا در جهان و مهار شده در چین. درود، با مهمترین های خبر از یک با من نسرین جوینی خوش آمدید. مشروع خبرها. حکومت افغانستان با طالبان به توافق برسد یا خطر خروج کامل نیروهای آمریکایی را بپذیرد. NBC نیوز در گزارش به نقل از منبع‌های آمریکایی گفته است که وزیر خارجه آمریکا در سفر پسینش به کابل به حکومت هشدار داده است که اگر اختلاف‌هایشان را حل نکنند و با طالبان به توافق نرسند، آمریکا در کنار کاهش 1 میلیارد دلار کمک، سربازانش را نیز به گونه کامل خارج خواهد کرد. با این حال، گفتگو میان هیئت فنی طالبان و حکومت افغانستان بر سر رهایی زندانیان نیز متوقف شده است. ریاست جمهوری تاکید می‌کند تا زمانی که طالبان در روند صلح گام بر ندارند و تضمین ندهند، روند رهایی زندانیان این گروه آغاز نمی شود. اما سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در تویترش نگاشته است که حکومت افغانستان رهایی زندانیان را به بهانه های مختلف به تعویق می اندازد. امان فرهنگ جزئیات می دهد. ظاهرا هنوز روند صلح افغانستان با چالش جدی روبرو است. و تازگی تلویزیون NBC در گزارشی به نقل از منبع‌های آمریکایی گفته است که وزیر خارجه آمریکا در سفرش به کابل هشدار داده است که اگر حکومت با طالبان توافق نکند، آمریکا در کنار کاهش 1 میلیارد دلار کمک، سربازانش را نیز به گونه کامل از این کشور بیرون خواهد کرد. پیام وزیر خارجه آمریکا در سفرش به کابل از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور این بود که اختلاف‌هایتان را حل کنید و با طالبان وارد یک تعامل سیاسی شوید. در غیر آن، رئیس جمهور ترامپ نه تنها 1 میلیارد دلار از کمک‌هایش به افغانستان را قطع خواهد کرد، بل تمامی نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون خواهد کرد. از سوی گفتگو میان حکومت و طالبان بر سر رهایی زندانیان دو طرف متوقف شده است. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در تویترش نگاشته است که حکومت رهایی زندانیان را به بهانه‌های مختلف به تعویق می‌اندازد. مسئله 15 فرمانده و مسائل دیگری هم از طرف حکومت مطرح میشن و شرایط متعددی گذاشته میشن که موجب توقف مذاکرات تکنیکی شد. دیروز حکومت اعلام کرد که طالبان خواهان رهایی 15 فرمانده مهم این گروه هستند که در بسیاری از حمله های خونین دست داشته و افراد خطرناک به شمار می آیند. طالبان اما میگویند که این 15 تن شامل فهرست 5000 زندانی هستند که به طرف افغانستان و آمریکا سپرده شده و بر اساس توافقنامه دوحه می بایست آزاد شوند. ریاست جمهوری تاکید دارد تا زمانی که این گروه در روند صلح گامی بر ندارد و تضمین ندهد، زندانیان این گروه آزاد نخواهد شد. آیت کات طالب ها آمدن، ما امرایشان صحبت کردیم و در آینده هم حاضر هستیم امرایشان صحبت بکنیم. این پروسه دور و دراز است، وارخطایی دهش ضرورت نیست. ای که گفته شود که در 10 روز زندانی ها رها شوند، بدون قید و شرط رها شوند، طبعا که با او گونه نمیشه. در همین حال برخی از عضوهای هیئت گفتگو کننده صلح هم به این باورند که در صورت بی نتیجه ماندن روند صلح، رهایی این 15 تن تهدیدی برای امنیت افغانستان خواهد بود. طالب ها از ابتدا که آمدن خواستن او ایده زندانی های را بزادن که در واقع اگر گفتگوهای صلح به نتیجه نمی رسید، یک شاید یک مشکل کلان برای دولت افغانستان ایجاد می شد.
بر بنیاد توافقنامه دوهم میان امریکا و طالبان، رهایی زندانیان باید در دهم ماه هود سال گذشته آغاز میشد. اما حکومت افغانستان در ابتدا تأکید کرد که هیچ الزامیتی در این زمینه ندارد. با اون هم یک روز پس از مراسم سوگند در ارگ، محمد اشرف غنی فرمان رهایی تدریجی زندانیان طالب را با گرفتن تعهد کتبی برای برنگشتن به میدان جنگ داد. اما طالبان خواهان رهایی همزمان و بدون قید و شرط زندانیانشان هستند. در افغانستان به آجنداهای فردی ارزش داده می شود. معاون وزارت خارجه آمریکا برای آسیای جنوبی بار دیگر از دوام تنش‌های سیاسی در افغانستان انتقاد کرده، می گوید در حالی که جهان با تهدید بیماری کووید 19 روبرو است، اما در افغانستان آجندای فردی به پیش برده می شود. امری که از دید آمریکا دوام آن برای پشتیبانان مالی افغانستان ناامید کننده است. با این حال ریاست جمهوری می گوید گفتگوها برای حل اختلافها جریان دارد و امیدوار است که در مدت تعیین شده نتیجه دهد. سپیدار نیز بر حل اختلافها از راه گفتگو تاکید دارد، اما میگوید که طرح آقای عبدالله طرح مشخص خود را به چهره های سیاسی تسلیم کرده است. امان فرهنگ جزئیات میدهد. ادامه تنش ها میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله بار دیگر با انتقاد وزارت خارجه آمریکا روبرو شده است. آلیس فلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی با اشاره به دوام تنش های سیاسی گفته است در حالی که جهان با تهدید جدی بیماری کووید 19 روبرو است، اما در افغانستان به آجندای فردی ارزش داده می شود، موردی که پشتیبانان مالی این کشور را ناامید کرده است. اردو دکتر صاحب خود می دانند که در انتخابات 2019 چالش های وجود داشته. اگر هر یک از این می خواهد که چالش ها را به طرفه بگیرند و بگویند که مسئله نبوده، در حقیقت اما با خود بازی می کنند. من فکر می کنم که یک دو سه روز به اینیا اختیار بدن که سر یک چوکات اینیا را جور بکنن که به مصطلح یگانه که نه سیخ بسوزه و نه کباب و به یک توافقی برسن که او به خیر و فلاح از این کشور رنج دیده افغانستان باشه. با این حال محمد اشرف غنی دو روز پیش برای رسیدن به یک توافق سیاسی به خواست شماری از چهره های سیاسی مقرره ها در کابینه را برای 5 روز متوقف کرد. ریاست جمهوری میگوید که میان دو طرف گفتگوها جریان دارد و امیدوار است در این مدت به نتیجه برسد. تعیینات در کابینه و در حکومت متوقف شد تا ایست که مجال پیدا شود به خاطر یک اتمام حجت و مجال پیدا شود به خاطر صحبت های بیشتر و صحبت ها ادامه داره و امیدوار هستیم که به نتیجه هم برسد. سپیدار هم بر حل تنش ها از راه گفتگو تاکید دارد، اما میگوید که آقای عبدالله طرح مشخص خود را به چهره های سیاسی تسلیم کرده است. امیدوار هستیم که بالاخره یک راه حل سیاسی برای ختم بحران پیدا شود. طرحی که ما برای ختم بحران مطرح کردیم، این طرح در تضاد با تمرکز قدرت قرار دارد. تطبیق طرح میتونه که زمینه مشارکت عادلانه و مؤثر جریان‌های سیاسی و بزرگان کشور را در چارچوب دولت همشمول و فراگیر فراهم بسازد. پیش از این پادرمیانی‌ها برای چندین بار پیهم برای حل تنش‌های سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله بی‌نتیجه پایان یافته است. به تازگی حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، عبدالرب رسول سیاف، محمد کریم خلیلی و محمد یونس قانونی دور تازه میانجیگری را آغاز کردند. شمار از افراد آلوده و مشکوک به ویروس کرونا در جامعه پنهان می شوند. وزارت صحت می گوید که از مجموع بیش از 70 مبتلا در کابل تنها 5 تنشان بستری اند و شمار از مبتلایان پس از مثبت اعلام شدن نتیجه آزمایششان خود را پنهان می کنند. بنابر آخرین آمار وزارت صحت آمد اکنون 423 نفر در سراسر کشور به ویروس کرونا آلوده شدند که از این میان 14 تن آنان جان باختند و 20 تن دیگر بهبود یافتند. هشدار از پیامدهای پنهانکاری مردم نسبت به ویروس کرونا. بر اساس آمار وزارت صحت تا از میان بیش از 70 فرد مبتلا به کووید 19 در کابل تنها 5 تن بستری‌اند و شماری از مبتلایان پس از مثبت اعلان شدن نتیجه آزمایششان خود را پنهان می‌کنند. پنهانکاری که پیامدهایش برای تمامی جامعه خطرناک خواهد بود. در کابل 73 واقعه داریم اما 5 نفر بستر است. مشکل اساسی ای است که وقتی که سمپل میتن پس میرن خانه، اگر میگیم که خیر از دم شفاخانه باش ما خدمت نمی کنیم،
همین نتیجه را بی یک بار که اعلان شد نتیجه را برای خودت میگیم که مثبت است یا منفی، میگه نه در خانه همه امکانات دارم، میگه من در خانه میباشم. بسیار با فشار میرن خانه، وقتی که مثبت را ما اعلان میکنیم تلفنش خاموش میشه، نمیفهم که در کدام کنج شهر است اینا. کابل پس از هرات دومین شهری است که بیشترین رقم مبتلایان به بیماری کووید 19 در آن ثبت شده است. برای مبارزه با ویروس کرونا در کنار وزارت صحت عامه دو کمیته نیز در این بخش فعالیت دارد، کمیته اضطرار و کمیته آگاهی عامه. در مسئولیت ور وسپارو وزارت صحت عامه ته دیمنګ لخوا مسئولیت نور اغه خپل تعهدات من پوره کړل، خو من به مومد ور سره یو همکار به ور سره یو سکم ځای کې دوی دیمنګ له تخصصي ظرفیت نغواړي استفاده وکي، دا دیمنګ همکاران څه دلته ناس دي. از میان نزدیک به 450 مبتلا به ویروس کرونا در کشور، دست کم 20 تن بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شدند، اما 14 تن دیگر جان باختند. 60% جمعیت کشور با مشکلات روانی دست و پنجه نرم می کنند که از این میان بیش از 15% با مشکلات جدی روانی روبرواند. وزارت صحت عامه می گوید که با شیوع ویروس کرونا ناراحتی های روانی میان شهروندان کشور بیشتر شده است. مسئولان این وزارت از شهروندان کشور می خواهد که ترس و اضطراب را به خود را ندهند و با جدی گرفتن توصیه های بهداشتی خود را از ابتلا به ویروس کرونا محافظت کنند. گسترش روزافزون و ویروس کرونا در افغانستان نگرانی ها از تاثیرهای روانی این پدیده بر شهروندان کشور را بیشتر کرده است. بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه، همکنون 60% جمعیت کشور با ناراحتی روانی دست و پنجه نرم می کنند که از این میان 15% با مشکلات جدی روانی مواجه هستند. حالا شیوع و گسترش ویروس کرونا در کشور هم عامل دیگری شده است بر ده ها دلیل دیگر که مردم را نگران کرده است. ما پیش از کرونا هم اختلالات روانی داشتیم. پیش از کرونا هم مشکلات روانی داشتیم. هر روز و هر لحظه خبرها و گاهی اوقات هم شایعات را مردم میشنوه میبینه. اینا استراب ها، افسردگی ها، اختلالات خواب، PTSD و مشکلات اجتماعی و خانوادگی و زناشوهری و حتی در خصوص کودک یک تعداد مشکلات متأسفانه ایجاد کرد. شماری از شهروندان کشور هم از نگرانی هایی می گویند که این روزها با آن سر دوچارند. نگرانی ما بسیار زیاد است درباره از این ویروس که کشنده است و کشورهای ابرقدرت جهان به زانو در آورده. در روز قرنطینه این چنین بیروبار می باشه اگر خدا نخواسته و در گردش اجتماعی ویروس در بیاید، بس جلوش گرفتن بسیار دشوار است. با این همه وزارت صحت عامه بر مردم اطمینان می‌دهد که آنان می‌توانند تنها با در نظر داشت توصیه‌های بهداشتی خود را از بیماری کووید 19 محافظت کنند و نیاز نیست بر روانشان فشار آورند. این یک مشکل گذری خود بود و بعد از اینکه این بیماری در سطح دنیا و در افغانستان هم مدیریت شد، مردم این تشن نمی‌داشته باشند. ولی توصیه من این است که در خانواده‌ها برای مردم به دستورهای صحی گوش بتن، عمل بکنن، در خانه وقت میمانن، برای خود یک سرگرمی داشته باشن. افزون بر نگرانی از ابتلا به بیماری کووید 19، فقر ناداری هم که با وضع محدودیت گشت و گذار رو به افزایش است، از دیگر عاملهایی است که دغدغه ذهن و روان بسیاری از شهروندان کشور شده است. 60,000 کودک در جاده های پایتخت مصروف کارند. صندوق پشتیبانی از کودکان در گزارش تازه ابراز نگرانی کرده که 10,000 کودک به دلیل فقر و تنگدستی همکنون در پایتخت افغانستان مصروف انجام کارهای شاقند. در این حال با آنکه ویروس کرونا در کشور به یک تهدید جدی بدل شده است، هنوز هم شمار از کودکان در جاده ها مصروف کارند. این کودکان میگویند از تهدید ویروس کرونا آگاهند اما ناگزیر هستند برای پیدا کردن لقمه نان کار کنند. کودکان کار در جاده های پایتخت قرنطینه شده. روز به روز تهدید ویروس کرونا در کشور بیشتر می شود. اما برای این کودکان که در سرنوشتشان قرنطینه شدند، قرنطینه پایتخت مفهومی ندارد. سرنوشت همسان این دو کودک را همبازی و رفیق کرده است. بیاندک توجه به توصیه های بهداشتی در وضعیتی قرار گرفتند که نباید باشند. اونجا در خانه دو نفر هستند، دیگه اوشتوگه است، ما سیتا بیادر هستیم،
یکی مجیگارت میکنم بوتار رنگ میکنم دیگه یکی ما سوسپندی میکنم دیگه شوشتوک است یک پدر ریستفید است کار نمیکنم. احمد هم همانند شریف گرچند دانش آموز است اما ناچار باید کار کند. نکر میری یا نی؟ میرم. بر اساس آمار صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف تنها در کابل دست کم 60,000 کودک کار وجود دارد. متاسفانه در افغانستان تا آل هیچ اقداماتی که اقدامات محافظوی برای کودکان در نظر گرفته نشده. مثلا امیال ما امروزا تعداد زیاد کودکان را میبینیم که در سرک ها مشغول تگدی هستند و یک مشغول کارهای شاقه هستند. از سوی بر اساس پیشبینی یونیسف بسته شدن مکتب ها به دلیل شیوع کرونا 430 میلیون کودک را در کشورهای جنوب آسیا به شمول افغانستان در معرض خروج از سیستم آموزشی قرار داده است. این سازمان در اعلامیه‌ای از این کشورها خواسته که بیدرنگ برای ادامه آموزش این کودکان در خانه برنامه ریزی کنند. وزیر صحت عامه از طالبان می خواهد که برای مبارزه با ویروس کرونا نبردهای روان در کشور را کنار بگذارند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در مراسم گشایش نخستین آزمایشگاه بیماری کووید 19 در قندهار می گوید ویروس کرونا مخالف و موافق نمی شناسد و در شرایط فعلی نیاز است که همه در برابر آن مبارزه کنند. خواست وزیر صحت از طالبان در شرایطی که ویروس کرونا همگیر شده است. نبردها را کنار بگذارید و برای مبارزه با کرونا بسیج شوید. وزیر صحت عامه می گوید که گردش ویروس کرونا در جامعه دوست و دشمن نمیشناسد. از این رو نبردها در کشور باید متوقف شود و همه برای مبارزه با این ویروس کار کنند. دید جنگ وقت نده. دید پاره چی کرونا مخالف هم نپیجنی و موافق هم نپیجنی. نو کدا خپور شي افغانستان کې ټول به دینه آسیب ویني. نو زه د دې تریبیون نه طالبانو ته او مخالفین ته غږ کوم چې همکاري وکړي. هر نوع خدمات چې دوی غواړي موږ ورته رسوو. نخستین آزمایشگاه ویروس کرونا نیز امروز در قندهار گشایش یافت. با افتتاح این مرکز افغانستان 6 آزمایشگاه ویژه برای تشخیص و تثبیت بیماری کووید 19 ساخته شده است. وزیر صحت عامه بار دیگر از مردم میخواهد که بر راهنمودهای بهداشتی توجه جدی کنند. این لابراتوار با ظرفیت 100 سمپل روزانه امروز به کار خود آغاز میکنه که بعد از این واقعات مشکوک سمپلا از ولایت قندهار، ولایت اروزگان، زابل، هلمند با کابل و ولایت دیگه فرستاده نخواهد شد. د کرونا د پاره د بودجه د استعمالولو د پاره اولویت مشخصه کمیته چې باید مخکې نوم یاد که دا ټاکل شوی د دې زیاتره برخه یعنی 80% په د کرونا په وړاندې په صحي تجهیزاتو او په سامان آلاتو باندې مصرفیږي. همزمان با این شمار از فعالان مدنی هرات از نبود امکانات بهداشتی در برخی از ولسوالی های این ولایت نیز شکایت دارند. در توجه به ولسوالی پشتون زرگون نشه ما شاهد مشکلات بیشتری در ولسوالی پشتون زرگون خواهیم بود. مرکز سعید چشت شریف اصلا تا اکنون نشده و ما هیچ اوتو چیز نداریم، دستگاه تشخیصیه نداریم که به اونجا اراز و علایمی رو چک کنه. بر اساس آمارهای وزارت صحت، تنها کمتر از 1/4 مبتلایان به ویروس کرونا پیشینه سفر به کشورهای درگیر ویروس کرونا را داشتند و دیگر مبتلایان در پی گردش اجتماعی این ویروس در افغانستان مبتلا شدند. عبدالله آرکزعی رهبر بازداشت شده شاخه خراسان داعش با معیارهای جهانی حقوق بشر محاکمه شود. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که حالا بهترین فرصت برای افغانستان است تا نشان بدهد که توانایی دادگاهی کردن متهمان جنگی را دارد و عدالت را برای قربانیان جنگی تامین میکند. تأکید دیدبان جهانی حقوق بشر بر محاکمه رهبر بازداشت شده شاخه خراسان داعش. دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان می‌خواهد که بر اساس معیارهای جهانی عبدالله اورکزعی مشهور به اسلم فاروقی را مورد پایگرد عدلی قرار دهد. این نهاد جهانی در اعلامیه‌ای از حکومت افغانستان انتقاد کرده که در مجازات کسانی که به جنایت‌های جنگی و جنایت‌های ضد بشری متهمند ضعیف عمل کرده است. مردم افغانستان نیازمند یک عدالت هستند.
عدالتی که بتواند روی دردهای گذشته التیام ببخشد و کسانی را که جنایات علیه بشریت به خصوص نسل کشی انجام دادند در یک محکمه بی‌طرف بین المللی و محاکمه بکشند. دیدبان حقوق بشر تاکید میکند که در حال حاضر هزاران تن از متهمان جنایت های ضد بشری در افغانستان زندانی اند، اما این کشور هیچ کسی را به اتهام فعالیت های ضد بشری و تروریستی مجازات نکرده است. انتقادها از ضعف افغانستان در محاکمه متهمان جنایت جنگی در حال مطرح می شود که انس حقانی معاون شبکه حقانی که مسئول مرگبارترین حمله ها در پایتخت است با وجود حکم اعدامش از سوی دادگاه با دو همراه دیگرش در بدل رهایی استادان دانشگاه آمریکایی افغانستان از بند طالبان رها شد. در هر کسی که باشه باید کار خود و عمل خود در زیر فرمان دستور خدا و قرآن و دین و آیین اسلام تطبیق و عملی بکنه. حمید که راحله خواهرش را در حمله انتحاری بر مرکز آموزش موعود از دست داده، خواهان به کیفر رسانیدن رهبر شاخه خراسان داعش است. من من حضر عضو از فامیلین قربانیان که توسط داعش داغدار گردیدیم، از دولت جمهوری اسلامی افغانستان میخواهیم که رئیس بخش شعبه خراسان داعش که دستگیر کردن هم به گونه قانونی اونها را به سزای اعمالشان برسانن و اگر امکان دارن اونها را اعدام بکنن. عبدالله اورگزای مشهور به اسلم فاروقی که ششمین رهبر شاخه خراسان داعش است چند روز پیش از سوی امنیت ملی در ولایت قندهار بازداشت شد. همین چند ماه پیش بود دولت اعلام کرد که داعش در افغانستان شکست خورده است. اما در کمتر از دو ماه پسین داعش مسئولیت خونین ترین حمله ها را در کابل به عهده گرفته است. حمله بر مصلی عبدالعلی مزاری در غرب کابل، حمله های موشکی بر مراسم تحلیف در ارگ ریاست جمهوری و حمله بر نیایشگاه هندوها در کابل از تازه ترین رویدادهایی است که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته است. در خارج از کشور برای نخستین بار پس از شیوع ویروس کرونا در چین در 24 ساعت گذشته هیچ مرگ ناشی از کرونا در این کشور ثبت نشده است. چین اعلام کرده که 32 مورد تازه ویروس کرونا در این کشور ثبت شده که تمامشان از خارج به این کشور آمده بودند. از سوی سازمان بهداشت جهانی میگوید که در بیشتر موردها افراد سالم پیش از بروز علائم کووید 19 ویروس را انتقال میدهند. از چین خبرهای خوشی میرسد. این کشور که نخستین کانون شیوع ویروس کرونا در جهان است اعلام کرده که در یک روز گذشته برای اولین بار از زمان شیوع این ویروس هیچ مرگ ناشی از کرونا را ثبت نکرده است. در سایر کشورهای جهان اما آمار مبتلایان و قربانیان رو به افزایش است. در امریکا با مرگ 1050 مورد تازه در یک روز، شمار تلفات به بیش از 10300 تن و شمار مجموعی مبتلایان به 366 هزار تن رسیده است. در ایران هم بنابر آمار رسمی شمار مبتلایان به کووید 19 به بیش از 62 هزار و شمار تلفات ناشی از آن هم به بیش از 3800 تن رسیده است. در 24 ساعت اخیر ما 2089 مورد تشخیص موارد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور داشتیم که با احتساب 2089 مورد طبیعتاً موارد تشخیص داده شده قطعی ابتلا به این بیماری در کشور تا این روز و این لحظه 62589 مورد گزارش خواهد شد. در شرق دور در ژاپن هم برای پیشگیری اشیای بیشتری کرونا وضعیت اضطراری اعلام شده است. از سوی سازمان جهانی بهداشت تایید میکند که در بیشتر موردها ویروس کرونا از طریق افراد سرایت میکند که نشانه های ابتلا تا کنون در آنان بروز دادن نشده است. این احتمال وجود دارد که افراد چند روز پیش از بروز نشانه های بیماری ویروس را انتقال دهند. داده ها و اطلاعات موجود حاکی است که بخش مهم و بیشتر موردهای انتقال بیش از بروز نشانه های کووید 19 صورت گرفته است. وضعیت بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که به کرونا مبتلا شده وخیم شده و در بخش مراقبت های ویژه قرار گرفته است. در همین حال در حالی که نصف جمعیت جهان در قرنطین است، دبیر کل سازمان ملل متحد از افزایش خشونت های خانوادگی ابراز نگرانی می کند.
The number of women calling support services has doubled. ما شاهد افزایش خشونت‌های خانوادگی در سطح جهانی هستیم. در برخی کشورها که زنان خواهان همکاری در این زمینه شدند، دو برابر شده است. از سوی یک مقام دولت هند گفته که پس از بحران شیوع کرونا در این کشور، نخست وزیر و شمار از مقام‌های ارشد این کشور امسال 30% از حقوقشان را کم می‌کنند. بال هم مهمترین های ورزش. سید امین حسینی ورزشکار افغانستان که در ایران زندگی می کند تا کنون توانسته به مدال های رنگارنگ در آن کشور دست یابد. مقام سوم آقای سید امین حسینی امینی که در حدود 20 سال از رشته وشو را پیش می برد تا کنون به 13 مدال طلا از رقابت های داخل ولایتی ایران و 8 مدال طلا از رقابت های کشوری ایران بر علاوه یک مدال برنز از رقابت های جهانی جام پارس در کارنامه دارد. 13 مدال طلای استانی بوده و 8 مدال طلای کشوری و 1 مدال برنز بین المللی وشوی جام پارس که با حضور کشورهای اندونزی و برونهی و مالزی و همچنان کشورهای شرق آسیایی. او میگوید که در آینده نیز برای درخشش بیشتر برنامه هایی دارد. آرزو دارم که در آینده بتوانم عنوان هایی برای کشور عزیزمون کسب کنم و خیلی خوشحال میشم که در آینده بتوانم در مسابقات ملی و مسابقات جهانی و آسیایی در قالب تیم ملی افغانستان بتونم از طرف کشور خودم به این مسابقات اشتراک کنم. این ورزشکار افغانستان از سال 1390 به این سو شامل لیگ برتر وشوی ایران نیز است. رادومیر آنتیچ سرمربی سابق تیم‌های ریال مادرید، بارسلونا و اتلتیکو مادرید در سن 71 سالگی درگذشت. این مربی سابقه 16 سال فعالیت در لالیگای اسپانیا را در کارنامه داشت و در این مدت هدایت تیم‌های ساراگوزا، ریال مادرید، اوویدو، اتلتیکو مادرید، بارسلونا و سلتاویگو را عهده‌دار بود. او در ریال و بارسلونا عملکرد خوبی نداشت و نتوانست این تیم‌های بزرگ را به موفقیت برساند. اما در سال 1996 بهترین دوران اتلتیکو مادرید را رقم زد. این بود مهمترین های خبر که تقدیم شما گردید. وقت بر همه شما خوش. الله حافظ.